بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، هموطنان به شهمت ولایت بامیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخوام در ابتدا از برگزاری کنندگان برنامه شبکه سازی و گسترش حضور زنان در پروسه صلح، به خصوص از محترمه خانم سرابی اظهار سپاس مینمایم. برگزاری چنین نشست ها بسیار ارزشمند است. جای خوشی است که زنان شجاع کشور در سخت‌ترین لحظات به عشق به وطن خیش از ولایت کهندهار، غور و پروان در ولایت زیبای بامیان دور هم جمع شدند تا با شریک ساختن نظریات خیش جهت رای حل ها و رسیدن به آینده درخشان کشور بحث و تبادل افکار نمایند. من به شما مادران و زنان به عزت کشور باور دارم که به وحدت و یک پارچگی و به قلبهای مملو از صفا و صمیمیت دست به دست هم دادید و حاضر هستید تا در تمام ولایات بدون ترس و شجاعانه فضای خشونت را به فضای مهربانی و صلح تبدیل نمایید. نقش زنان در بین خانواده ها بسیار مهم است، زیرا مادر در قسمت تربیت و پرورش اطفال خود تأثیرات قابل ملاحظه را در خانواده و اجتماع دارد و از این طریق احترام متقابل بین مرد و زن را در جامعه بامیان می آورد. زنان گرامی، مادران و عزت، همان طوری که نقش زنان ارزشمند است، تا اکنون چندین جلسه به خاطر توانمندی زنان افغانستان برگزار شده است که آخرینش تحت عنوان زنان افغان پیام‌آوران صلح در کابل یک ماه پیشتر دایر گردید. در این جلسه بحث ها روی صلح در خانواده و اجتماع صورت گرفت که در آخر با تبادل افکار و تجربه زنان آگاه کشور، عبور از مشکلات و رای حل آن و رسیدن به یک صلح پایدار و به عزت با صدور کتانامه ابراز کردید. من نه تنها من حیث خانم اول، بلکه من حیث یک مادر، از تک تک شما عزیزان که از راه های دور و نزدیک به حضور پررنگ خش و به یک صدای واحد که زنان می توانند نقش اساسی در سرنوشت اولاد و وطن خش داشته باشند ثابت نموده اید، برایم قوت بخشیده و مرا به آینده روشن امیدوار می سازد. من از همه زنان کشور حمایت معنوی می نمایم. بیایید دست های توانایی خیش را به هم داده و به قدم های استوار به طرف یک افغانستان به ثبات حرکت می نماییم. زنده باد افغانستان عزیز، زنده باد زنان صلح دوست کشور و من الله التوفیق.